سلام خداوند بخشاینده مهربان الهی عاملنا به فضلک و لا به بعدلک سلام علیکم عرض وقت به خیر و تقدیم احترام داریم به محضر یکایک شما همراهان ارجمند تلویزیون جهانی هادی یک بار دیگر خداوند متعال توفیق داد تا بنده و همکاران بسیار عزیز و پرتلاشم در این رسانه جهانی با برنامه به وقت بیداری مهمان محافل مؤمنانه شما عزیزان باشیم همچنان در ایام شهادت جانسوز دردانه نبوت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم به که شما بزرگواران تسلیت ارز میکنیم و از شما بزرگواران التماس دعا داریم چهارشنبه شب دیگر فرا رسید و با حضور ارزشمند جناب استاد دکتر فیاضی موضوع زیست مؤمنانه و امشب با عنوان زیست مؤمنانه در سیره فاطمی را تقدیم شما عزیزان میکنیم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدین تسلیت هست سلام علیکم و رحمت الله عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و و السلام علی محمد و آل تاهری. عرض سلام میکنم خدمت شما جناب آقای ناصری و همکاران گرامی و ارجمند شما عرض ادب دارم محضر بینندگان محترم و ارجمند من هم به نوبت خودم به سهم خودم ایام فاطمیه و ایام شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره را خدمت شما و محضر بینندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم خداوند شاکر استم که بازم توفیق داد در یک برنامه دیگه در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم باشم بسیار خوشحال هستیم باز هم خوش آمد میگیم بسیار تقارن عالی و مناسبی شد موضوع برنامه ما زیست مؤمنانه که چند هفته ای هست که با حضور پررنگ و بسیار عالی حضرت عالی در محضر عزیزان همراهی کننده پیگیری کردیم و گام به گام جلو آمدیم مقارن شدیم با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و میخواییم امشب برنامه ما کمی بیشتر رنگ و بوی فاطمی داشته باشه و همین خاطر من سوال ابتدایی برنامه را از شما اینطور بالاخره از شما خواهم پرسید که چگونه حضرت زهرا سلام الله علیها میتوانه الگوی زیست مؤمنانه برای ما باشه بله جنابای ناصری حقیقتاً زندگی انسان و زندگی فردی و زندگی اجتماعی تقسیم می شود و زندگی اجتماعی هم زندگی در بین خانواده و در اجتماع به دو دسته دیگر تقسیم می شود یا در یک نگاه دیگر که در آموزه های دینی ما و در روایات هم مطرح شده است ارتباطات ما و تعاملات ما و چهار دسته تقسیم می شود ارتباط ما با خود ما با نفس ما ارتباط ما با خداوند ارتباط ما با انسان دیگر و جامعه بله. و ارتباط ما با عالم طبیعت با جهان هستی حقیقتا حضرت زهرا سلام الله علیها در مجموع این محورها در همه این محورها می تواند الگو باشد برای زیست مؤمنانه برای زندگی مؤمنانه چون بحث ما بحث زندگی مؤمنانه یا زیست مؤمنانه است چه نیکوست که ما بیاییم حقیقتا محورها و نمونه های از زیست مؤمنانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را ما به عنوان شاهد مثاله ز... کار ما و شاهد مثال بحث ما و شاهد مثال این موضوع ما قرار بدهیم و از او الگو بگیر ایشان نه تنها برای بانوان بلکه برای کل بشریت الگوست برای مردان و زنان الگوست و برای جامعه اسلامی و جامعه انسانی الگوست اما شما سوال مطرح فرمودید که چرا میتواند حضرت صدیقه طاهره بل زندگی او برای ما اسوه باشد الگو باشد من دو نکته را برای اینکه به این سوال پاسخ داده باشم اشاره بکنم نکته اول این است که یک توقیعی دارد یک پاسخ نامه ای دارد از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که این نامه شریف را امام زمان در پاسخ نامه اولین نایب خاص خودش عثمان ابن سعید نوشته است عثمان ابن سعید کسی است که از صحابی و یاران امام حادی، امام عسکری و امام زمان بوده است حدود 6 7 سال در ابتدای غیبت صغرا از نایبان خاص امام زمان بوده است نامه می نویسد درخواستی دارد عثمان ابن سعید از محضر امام زمان در جواب این نامه نامه مفصلی دارد حضرت حجت سلام الله علیه در یک فراز از این نامه و این توقیع شریف امام زمان این گونه خطاب می کند و فی ابن رسول الله لی اصوتون حسنه دختر پیامبر گرامی اسلام برای من اسوه حسنه است امام زمانی که حجت است محور عالم هستی است خداوند او را به عنوان حجت بر کل عالم هستی و کل عالم آفرینش قرار داده است امام زمانه که معصوم و حجت است او میگوید دختر پیامبر برای من اسوه است بنا. برای ال امکان این فرمایش پس وقتی او این گونه بفرماید که حضرت زهرا و دختر پیامبر گرامی اسلام برای من اصوه باشد قطعا برای کل جامعه بشری و جامعه انسانی و جامعه اسلامی میتواند اصوه باشد بره. ما زندگی او رو میتوانیم به عنوان اصوه زیست مؤمنانه و الگوی زیست مؤمنانه مطرح بکنیم این یک نکته نکته دیگر که باز هم میتواند پاسخ این سوال حضرت عالی شد این لقبی است که این لقب در سخنان پیامبر گرامی اسلام و دیگر ائمه معصومین خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده است اون لقب صدیقه است امیر مؤمنان علی علیه السلام با توجه به خطاب پیامبر گرامی اسلام لقب صدیق را گرفته است حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لقب صدیقه را گرفته است صدیق و صدیقه به معنای کسی است که سرتاپا راستی است سرتاپا نیکوکاری است مبالغه در راستگویی است کسی است که گفتار او معید عمل کرده اوست این نکته خیلی مهم است گاهی ممکن است بالاخره ما در طول عمر سخنی بگوییم اما در عمل عمل ما مطابق سخن ما نباشد عمل ما مطابق گفتار ما نباشد اما در معصومان این گونه نیست در معصومان عمل کرد و گفتارش کاملا مطابق است گفتارش معید و شاهد برای عمل کرد اونهاست حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون این لقب را از زبان پدر گرامیشان پیامبر مکرم اسلام گرفته است صدیق است کسی که بالاخرد سراپا راستی سراپا درستکاری است و گفتار او معید عمل کرده او و عمل کرده او معید گفتار او است اختلاف بین سخن و بین عمل او وجود ندارد پس وقتی کسی که بین عمل و بین سخن او اختلافی وجود نداشته باشد سراپا راستکاری باشد درستکاری باشد صدیقه باشد میتواند الگوی برای زیست مؤمنانه ما با باشد تمام عمل کرده او رو ما میتوانیم اسوه قرار بدهیم و از او الگو بگیریم چون ما در زندگی خود ما مخصوصا در زیست مؤمنانه حقیقتا ما نیازی به الگو داریم امروزه این مسئله مرسوم است معمول است که بالاخره برخی از رسانه ها ممکنه بعضی از شخصیت ها رو به عنوان الگو مطرح کنند یک شخصیت ورزشکار باشد یک بازیگر باشد یک هنرمند باشد در جهان بشری گاهی به عنوان الگو مطرح می شود جوان ها گاهی بالاخره از او تقلید می بله بله. شیوه آرایش ظاهر شیوه لباس پوشیدن حتی شیوه مثلا آراستن مو ممکن از او تقلید بکند. اما بر اساس آموزه های دینی معصومین و مخصوصا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها الگوی ماست الگوی زیست مؤمنانه ماست بله. چه نیکوست که ما اگر میخواهیم زیست مؤمنانه داشته باشیم باید از سیره و عمل کرد و رفتار اون بزرگوار تقلید بکنیم و بر اساس عمل کرد آنها ما زندگی خودمان رو پیاده بکنیم بله رسد کمتر دو دقیقه در فرصت اول بحث الگو بودن رو فرمودید شاید در ابعاد ساده زندگی هم برادر کوچکتر از برادر بزرگتر حتی در لباس پوشیدن هم در گفتار هم در راه رفتن هم الگو میگیره بحث زیست مؤمنانه یکی از مهمترین ابعاد زندگی بشریت هست و ما دوست داریم بهترین الگوها رو برای خودمون تعیین کنیم برای خودمون انتخاب کنیم و خداوند این بهترین الگوها رو الحمدلله برای ما مسلمانان و مذهب شیعه قرار داده بله. و من فکر میکنم که بهترین فرصت هست که بازنگری کنیم بله. زندگانی حضرات و مخصوصا حضرت زهرا سلام الله بله همین است حقیقتا ما بالاخره طبیعت بشر این گونه است که گاهی دنبال تقلید است بله بیش از این که بالاخره گاهی دنبال با تفکر و اندیشه یک اقدامی بکند یک کاری را به پیش ببرد گاهی از طریق تقلید میخواهد خواهد بالاخره بله. یک کاری را انجام بدهد چون در طبیعت ما تقلید و در طبیعت ما پیروی کردن هست امروزه بالاخره در جامعه بشری خیلی از رسانه ها تلاش می کند که الگو سازی بکند مدل سازی بکند و با این الگو سازی و مدل سازی ذهنیت جوان ها رو تغییر بدهد ذهنیت با بالاخره جامعه را تغییر بدهد ما چه نیکوست که بر اساس الگوها و ها و مدل هایی که در شریعت مقدس اسلام و در دین مقدس اسلام در آموزه های اسلامی برای ما تعیین شده است ما از اون مدل ها تقلید بکنیم از اون اسوه ها تقلید بکنیم و زیست و زندگی خود ما رو بر اساس عمل کرد و سیره و رفتار اونها پیاده بکنیم بسیار عالی تشکر سلامت باشید هم نفس و هم راه بودن با شما عزیزان افتخار ماست با شما هستیم لحظات کوتاه تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیز و پرتلاشمان سلامات خاصی حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم نگاه مهربان شما بزرگواران شد یکی از نقاط قوت قلب و امیدواری برای بنده و همکارانم هم در تلویزیون جهانی هادی ارتباطاتی است که شما بزرگواران از طریق پل ارتباطی با ما میگیرید و این ارتباط دو طرفه میسازید نمبر مثبت 964 780 255 چهل سیزده در اختیار شما بزرگواران هست همانطور که همراهی کننده محترم من خواهر هموطن ما از کشور انگلستان با نمبر مثبت چهل و چهار هفتاد و پنج هفتاد و هفت چهار شماره آخر پنج و هفت سفر با ما در ارتباط بودند تشکر میکنیم از این عزیز و سوالی داشتند که کارشناس محترم در خصوصیشان به ایشان پاسخ دادند با ما در ارتباط باشید همچنان با موضوع زیست مؤمنانه در سیره فاطمی در خدمت شما بزرگواران هستیم جناب استاد در ابتدای بخش دوم سوال دیگری از شما خواهیم داشت عبادت و ارتباط حضرت زهرا سلام الله علیها و درگاه خداوند چه تصویری از زیست مؤمنانه به ما ارائه بله سوال خوبی مطرح کردید جناب ناصری در ابتدای برنامه خدمت شما و محضر بینندگان محترم عرض کردم که یک بخش از ارتباطات ما ارتباط با خداوند هست و بخش دیگر ارتباط با جامعه و با مردم هست حقیقتا حضرت زهرا سلام الله علیها هم در ارتباط با خداوند در عبادت و نیایش با خداوند و هم در ارتباط با جامعه اسوه است الگوست من به عنوان نمونه چند نمونه ای را که در منابع حدیثی و روایی ما در کتاب های سیره و منابع تاریخی ما چه در منابع تاریخی و سیره از کتاب های آلمان شیعه و چه از کتاب های آلمان اهل سنت این جریان ها نقل شده است یکی از اون جریان ها از زبان امام مجتبا امام حسن مجتبا علیه السلام نقل شده است امام مجتبا میگوید من در سنین خردسالی بودم دیدم یک شب جمعه مادرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شب بیدار شد و مشغول عبادت شد اواخر شب بود تا نزدیک های طلوع فجر صادق تا نزدیک های اذان صبح مشغول عبادت بود من بیدار شدم حواسم به عبادت مادرم بود متوجه شدم که مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها برای مردان برای زنان برای تمام دوستان آشنایان دعا می کند در حق اونها دعا کرد و اسم از خود نبرد برای خودش چیزی از خداوند طلب نکرد وقتی دعای مادرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تمام شد عرضه داشتم مادر جان برای همه دعا کردید اما برای خودتان از خداوند چیزی نخواستید امام مشتبا میفرماید مادرم این گونه به من فرمود یا بنی الجار ثم دار فرزندم اول همسایه بعد صاحب خانه اول حق همسایه رو باید مراعات بکنیم بعد صاحب خانه یا به زبان ساده تر اول در حق دیگران دعا بکنیم برای دیگران از خداوند بخواهیم بعد برای خود از خدا بخواهیم حقیقتاً این سیره و این عمل کرده پیام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای ما این اسوه از زیست مؤمنانه رو ارائه می کند در این وضعیت که بالاخره جامعه ما مردم ما دچار مشکلات است دچار سختی هاست فقر و نداری در بین خیلی از مردم ها حقیقتا بیداد می کند خیلی ها مشکلات اقتصادی دارند به تعبیر حضرت صدیقه طاهره الجار ثم کسانی که در توان دارن کسانی که قدرت دارن میتوانند دست فقرا رو بگیرن دست نیازمندان رو بگیرن این کار رو دریغ نکنن اگر ما امروزه در این ایام میاییم بالاخره سیره حضرت صدیقه طاهره را مطرح میکنیم و بحث و گفتگو مینشینیم از این باب است که از او الگو بگیریم در این عمل کرده صدیقه طاهره که در نیمه های شب هم عبادت خداوند را انجام می دهد ارتباط و تعامل او با خداوند برقرار می شود در عین حال هوای همسایگان را داره هوای مردم را داره و فکر مردم هست در حق اونها دعا می کند درخواست حل مشکلات و گرفتاری مردم را هم داره ما هم اگر می خواهیم به اون سیره عمل بکنیم و به اون سیره الگو بگیریم ما هم باید اینگونه باشیم این یکی از نمونه هاست نمونه دیگری که باز هم به با عنوان ارتباط و تعامل حضرت صدیقه طاهره با خداوند یا اون اوج عشق و علاقه او به عبادت را میتواند بیان بکند این جریان هست که باز هم در کتاب شریف گرانسنگ بهار مرحوم علامه مجلسی نقل میکند بعد از اینکه حضرت صدیقه طاهره ازدواج کرد به خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام رفت در یکی از روزها خانه پدر گرامیش رسول مکرم اسلام آمد پیامبر گرامی اسلام از باب دلسوزی به دخترش فرمود من میخواهم برای تو یک خدمتکاری بفرستم آیا دوست داری که خدمتکاری برای تو بفرستم کمککاری تو باشد یا دعایی و ذکری به تو یاد بدهم حضرت صدیقه طاهره به خاطر اون علاقه ای که به عبادت و راز و نیاز و خداوند دارد از پدرش درخواست می کند به جای خدمتکار اون ذکر و اون دعا رو به من آموزش بده این تسبیحات حضرت صدیقه طاهره که امروزه معروف است در بعد از نمازها سی و بار الله اکبر سی سه بار سبحان الله و سی و بار الحمدلله گفته شود ای آموزش پیامبر گرامی اسلام و صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیه هاست و این نشانه از اوج عشق و علاقه حضرت صدیقه طاهره به عبادت است وقتی این ذکر را و این دعا را پیامبر گرامی اسلام به دخترش یاد میدهد این جمله را به خاطر خوشحالی که دارد این جمله را حضرت صدیقه طاهره بر زبان می آورد رضیتو عن الله و رسوله من به خاطر آموزش و یاد گرفتن این ذکر از خدا و از پیامبرش راضیم سپاسگزار هستم مثل این که بالاخره اگر برای ما پیشنهاد شود که اگر میخواهید شما بالاخره آیا به شما یک مبلغی پول بدهم یا مثلا یک کار معنوی در حق شما انجام بدهم یک دعایی برای شما یک ذکری برای شما آموزش بدهم گاهی ممکنه ما بالاخره سراغ ذهن ما و فکر ما به طرف اون پول و به طرف اون مادیات برود. اما به خاطر اون عشق و علاقه ای که حضرت صدیقه دا... طاهره دارد از پدرش درخواست میکند که به جای خدمتکار برای من اون ذکر را آموزش بده. که چهارده قرن است امروزه مسلمان ها و شیعیان پشت سر نمازهایش این ذکر را با عنوان تسبیحات حضرت صدیقه طاهره انجام میده یا بعضی از اندیشمندان و بزرگان جهان اهل سنت شخصی است به نام حسن بصری که در زمان پیامبر گرامی اسلام متولد شده است متکلم مفسر است محدث است فقیه است این سخن از زبان حسن بصری نقل شده است که میگوید آنقدر آنقدر حضرت فاطمه زهرا به عبادت ایستاد مشغول عبادت بود که حتی به خاطر عبادت زیاد پای او ورم میکرد از زیاد ایستادن بر سر پا از زیاد نماز خواندن از زیاد عبادت کردن پای او ورم میکرد این اوج ارتباط عاشقانه حضرت صدیقه طاهره با خداوند هست عبادت و بندگی او در پیشگاه خداوند هست یه برای ما اصوه است برای ما الگو است یا من این جریان دیگر رو هم باز هم که از کتاب شریف بهار هم نقل شده است و یکی از منابع معتبر بالاخره سیره در جهان شیعه به نام کشف الغمه مرحوم اربلی نقل کرده است این جریان را میگوید اونقدر حضرت صدیقه طاهره بالاخره علاقمند به عبادت و نیایش و راز و نیاز با خداوند بود که در زمان نماز تمام مستحبات را عمل میکرد لباس پاکیزه میپوشید خود را عطر میزد خود را معطر میکرد و پیش از این که زمان نماز فرا برسد آماده میشد بر سجاده خود می نشست تا زمان نماز فرا برسد و مشغول عبادت و راز نیاز با خداوند شود چون ایام ایام شهادت آن بانوی بزرگوار هست این جریان رو اینگونه نقل میکند وقتی میگوید در اون روز آخر شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود راوی این جریان اسما بنت امیس است میگوید خودش رو معطر کرد خودش رو عطر زد لباس پاکیزه پوشید بعد وضو گرفته بود دیدم یک لحظه حال حضرت صدیقه طاهره به هم خورد درخواست کرد و به من گفت به من اسما بنت امیس من چون حالم خوش نیست کمی استراحت می کنم کمی میخوابم نزدیک نماز شد مرا خبر کن مرا بیدار کن اگر جواب دادم جواب تو را دادم بدان که من زنده هستم اگر دید جواب تو را ندادم خبر فوت مرا خبر شهادت مرا به همسرم امیر مؤمنان علی علیه السلام برسان آماده شده بود لباس پاکیزه پوشیده بود خود را معطر کرده بود چون حال خوشی نداشت لحظه استراحت کرد در همون مکان سجاده و مکان نمازش استراحت کرد خوابید لحظه نگذشت رفتم کنار بستر و بالین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اسما بنت امیس میگوید این گونه خطاب کردم از سلاتو یا بنت رسول الله وقت نماز است وقت نماز فرا رسید است وقت نماز شده است وقت این سخن رو با او گفتم دیدم جواب نداد اون وقت متوجه شدم به شهادت رسیده است و من فرستادم قاصدی که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خبر بکنه این اوج عشق و علاقه او به عبادت است من حقیقتا امروزه این برای ما و برای جوانان ما می تواند باشد باشه می تواند الگو باشد ما نیاییم بالاخره از نماز خود ما بگذاریم مشغول کار و زندگی باشیم نماز زیاد وقت زیادی رو در بر گیره ما با کمال عشق و علاقه بیاییم در زمان نماز در وقت عبادت اولین کاری که انجام میدهیم عبادت رو انجام بدیم بعد به کار و کاسبی خود ما بپردازیم این باعث برکتی در کار ما می شود باعث برکتی در اون تجارت ما در اون شغل ما در اون کاسبی ما هم. می شود حقیقتا اگر ما بتوانیم این سیره فاطمه زهرا سلام الله علیه ها که اولویت را به عبادت میدهد ما در زندگی خود ما پیاده بکنیم میتواند خیلی برای ما سعادت و افتخار باشد انشاءالله انشاءالله در خدم شما هست بازم تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها را در خدمت شما هستیم لحظات بعد انشاءالله تشکر میکنیم از حسن انتخاب همکاران عزیز من در اتاق فرمان دکلمه بسیار زیبا توسط خواهر محترم خانم موسوی تقدیم شما بزرگوار شد مثبت 98 936 چار شماره آخر 0260 همراهی کننده بسیار محترم از جمهوری اسلامی ایران با واتساب برنامه در ارتباط شدن تشکری فراوان داشتن از کلیپ هایی که در فضای مجازی از طریق تلویزیون جهانی هادی تقدیم ایشان شده بسیار تشکریا داشتند بس ما هم از ایشان تشکر میکنیم که برنامه های ما را دنبال میکنند و حرف از فضای مجازی شد شما اگر میخواهید که برنامه های تلویزیون جهانی هادی و به وقت بیداری را از طریق فضای مجازی دنبال بفرمایید میتوانید از طریق آپارات فیسبوک اینستاگرام و یوتیوب به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید و حتما به اطرافیان خودتان که به این قبیل و به این دسته از برنامه ها علاقه دارن هم پیشنهاد بتین تا برنامه های ما را ببینن در خدمت شما هستیم در بخش سوم از برنامه به وقت بیداری امشب زیست مؤمنانه در سیره فاطمی و سوالی که در لحظه از شما ساده محترم دارم زندگی اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها چه الگویی از زیست مؤمنانه را برای بانوان امروز ارائه میده بله حقیقتا در سیره و در زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک بعد مهم او حضور در اجتماع و تعامل با اجتماع هست بیشتر ممکن است گاهی ما از آن بانوی بزرگوار اون سیره عبادی او را شنیده باشیم بله. یا خوانده باشیم یا عبادت او رو ما خونده باشیم و شنیده باشیم اما یک بخش مهم از زیست و زندگی مؤمنانه آن بزرگوار که میتواند امروزه الگوی زیست مؤمنانه باشد حضور در اجتماع هست این سخن را که عرض میکنم یکی از سیر نویسان مهم معاصر ما یک شخصیت برجسته ای که همین چند سال پیش یک عالم بزرگوار لبنانی بود به نام سید جعفر مرتزا آملی کتابی در سیره پیامبر دارد در سیره حضرت زهرا سلام الله علیه داره. دارد ایشان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیه نقل می کند که از جمله سیره او این است که فراوان در اجتماع حضور داشت بانوان مدینه چه از نزدیکان و چه از غیر نزدیکان چه اقربا و خیشاوندان چه غیر اقربا و خیشاوندان منزل حضرت صدیقه طاهره می آمدن. از او سوالات دینی داشتن سوالات فقهی داشتن حتی سوالات اعتقادی داشتن سوالات خود را مطرح میکردن پاسخ می گرفتن حتی در بعض موارد نقل می کرسی کرسه تدریس داشت برای دیگر بانوان آموزش میداد این جریان رو من نقل بکنم که این جریان از کتاب شریف بهارالانوار، امام عسکری امام حسن عسکری علیه و السلام و از سیره اجتماعی مادرش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل میکند میگوید در یکی از زمانها یک بانوی یک خانومی آمد محضر حضرت صدیقه طاهره و ارزه داشت که دختر پیامبر گرامی اسلام مادرم بانوی مسن هست توان آمدن خدمت شما را ندارد اما یک سری سوالات فقهی دارد سوالات شرعی دارد این ها را به ما گفته است و من آمدم به نیابت از طرف مادرم این ها را از شما بپرسم امام عسکری علیه السلام میگوید این خانم آمد سوال اول سوال دوم سوال سوم تا ده سوال رو ده. مطرح کرد حدودا پنج دقیقه تا پنج دقیقه. بله همه این ده سوال رو مطرح کرد و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پاسخ داد بعد از این ده سوالو رو خجالت کشید که من آیا بالاخره می توانم در زمان های دیگرم بیایم سوالی داشته باشم یا نه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود اگر هر سوالی داری و در هر زمانی اگر نیاز باشد شما می توانید بیایید و از من بپرسید و من به شما پاسخ می دهم این برای ما چه الگو ارائه می کند این الگو را ارائه می کند که در سیره حضرت صدیقه طاهره دختر پیامبر گرامی اسلام اون چه مهم است حضور در اجتماع همراه با شؤونات اسلامی است امروزه اگر از حضور بانوان در اجتماع معنا شود از تحصیل بانوان در بالاخره مکاتب و مدارس معنا شود این مطابق با سیره حضرت فاطمه زهرا نیست مطابق با سیره پیامبر نیست مطابق با سیره ی صحابه پیامبر گرامی اسلام نیست صحابه پیامبر گرامی اسلام می آمدن محضر حضرت صدیقه طاهره از او سوال می کردن. گاهی پیامبر بعضی از صحابه رو به حضرت صدیقه طاهره ارجاع میداد این نشانه این است که در عین حاله که بالاخره عبادت میکرد در اجتماع هم بود مشغول عبادت هم بود این یک نمونه است بله. نمونه دیگر رو من خدمت شما و بینندگان محترم اشاره بکنم که در خیلی از مسائل دینی و مسائل اعتقادی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مسائل اعتقادی رو می آمدن بالاخره حل و فصل می کرد پاسخ میداد این جریان رو باز هم مرحوم تبرسی در احتجاج نقل می کند مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل می کند دو خانم دو بانو یکی مسلمان بود یکی غیر مسلمان بود هر دو تا آمد برای این که پرسشی داشته باشد سوالی داشته باشد و حکم و داور و قاضی بین این دو بانو که یکی مسلمان است و یکی غیر مسلمان حضرت صدیقه طاهره را انتخاب کرد این نشانه این است که حتی غیر مسلمانان در اون زمان اطمینان ات، داشتند، اعتماد به حضرت صدیقه تاهره داشتن می آمدن محضر ایشان سوال خود را مطرح می کردن سآل تاریخی داشتن سوال اعتقادی داشتن مسلمان ها بانوان مردان و زنان سوال فقهی و سوال شرعی خود را مطرح می کردن. این حقیقتا میتواند یک الگوی برای بانوان مسلمان ما باشد که امروزه بانوان مسلمان زندگی او تنها زندگی در خانه و خانواده نیست هرچند زندگی در خانه و خانواده مهم است تربیت فرزند مهم است اما یک بخش دیگر از زندگی او اونهایی که در توان اوست می تواند در جامعه تأثیر گذار باشد در جامعه نقش داشته باشد در جامعه حضور پیدا بکند در عین حال که شعونات اسلامی را مراعات میکند حجاب اسلامی را مراعات میکند حریم را مراعات میکند میتواند در جامعه حضور پیدا بکند از علم و دانش او دیگران استفاده بکنند از فضل او دیگران استفاده بکنند از فن و هنری اگر دارد دیگران استفاده بکنند و بهره ببرند در عین حال ارتباط اجتماعی داشته باشد زندگی حضرت صدیقه طاهره تنها زندگی فردی نیست تنها زندگی خانوادگی نیست ما فراوان فراوان نمونه های از زندگی او در تاریخ در سیره در روایات داریم که حضور در اجتماع داشته است این میتواند حقیقتا برای ما اسوه باشه برای ما الگو باشد برای بانوان ما برای زنان جامعه ما الگو باشد و امروزه بتواند با تبعیت از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این ش... در پیش بگیرن بله. کسانی که مدعی پیروی از پیامبر گرامی اسلام کسانی که مدعی بالاخره پیاده کردن احکام اسلامی در جامعه هستند اونها هم الگو بگیرن منع من از حضور بانوان نکنن من از تحصیل بانوان نکنن من از فعالیت اجتماعی بانوان نکنن و این رو مخالف با سیره ندانن بلکه کاملا مطابق با سیره پیامبر گرامی اسلام است و مطابق با دستورات شریعت دین مقدس اسلام است بسیار تشکر استاد به امید روزی که با تأسی به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها تک تک افراد جامعه ما به کمال و ان شاء به خوشبختی برسن ان شاء شما در برنامه بعد هم زیارت کنید ان سلامت باشین باز هم به نقطه پایانی برنامه رسیدیم لحظه ای که واقعا سخت است ولی باید خداحافظی کرد و تا برنامه بعد با شما عزیزان ان شاء الله التماس دعا بفت. شب در ایام شادرت زهرا سلام الله علیها هستیم با سن تسلیت عرض کنیم و امیدوار هستیم که مثل همیشه برای بنده و همکارانم در تلویزیون جهانی هادی دعای خیر خودتان را فراموش نفرمایید به امید دیدتان